چهار سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا اینجا صحنه اعتراض‌های پیاپی بوده. کسانی که نتوانستند در انتخابات دوره پیش با رأیشان جلوی برآمدن او را بگیرند، از هر فرصتی برای حضور در خیابان‌ها و شعار دادن علیه او استفاده کردند. از جمله درست فردای تحریف او در پایتخت جمعیتی چند صد هزار نفری تظاهرات کردند که در اصل به عنوان راهپیمایی زنان برگزار شد. شعارهای در حمایت از حق دسترسی به سخت جنین یا پایان خودخواسته بارداری از شعارهای محوری آن بود. مسئله‌ای که همچنان هم برای هواداران دونالد ترامپ و هم برای حامیان رقیب او جو بایدن مهم است. مخالفان آقای ترامپ امیدوارند اینکه او یک چهره مخالف سخت جنین را برای عضویت در دیوان عالی، بالاترین نهاد قضایی در تفسیر قانون معرفی کرده، حامیان حق پایان داوطلبانه بارداری را تشویق کند که به رقیب او رأی دهند. دعوایی که هر روز ادامه دارد. اینجا یک کلینیک درمانی در شهر فرفکس است که زنانی که می‌خواهند به بارداریشان پایان دهند، به آن می‌روند. در ایالت ویرجینیا که از زمان انتخاب باراک اوباما رئیس جمهور قبلی سه دوره پیش رأیش به سوی دموکرات ها چرخیده. این عده یکی از بسیار گروه های مخالف سخت جنین هستند که این صبح زود شنبه روز تعطیل تصمیم گرفتند ساعت ها جلوی چنین کلینیک هایی جمع شوند. برخیشان شعارها و تصاویر و بخش هایی از انجیل را در دست دارند که علیه سخت جنین است. و خیلی دیگر از آنها صرفاً دعا می‌خوانند و با تکرار ذکرهایی از متون مقدس برای هدایت آنها که در پی پایان خودخواسته بارداری هستند دعا می‌کنند. ما اینجاییم چون فکر می‌کنیم سقط جنین گرفتن جون یک انسانه. ما مسیحی هستیم و معتقدیم که انجیل به ما اینطور میگه و معتقدیم که باید تلاش کنیم تا کمک کنیم جلوی این کار رو بگیریم. این بیرون وای میسیم تا وقتی که زنها میخوان برن توی کلینیک، سعی کنیم خودمون رو بهشون برسونیم و هر کمکی که از دستمون برمیاد پیشنهاد کنیم. ولی در نهایت میخوایم که اونها رو منصرف کنیم و همینطور انجیل بخونیم. فکر میکنید دونالد ترامپ برای محدود کردن سخت جنین کاری کرده؟ من به محافظه‌کارها تمایل دارم، ولی دور قبلی انتخابات به کسی بجز دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون رأی دادم. به نظرم نامزدهای محافظه‌کار عموما فقط حرف مخالفت با سخت جنین رو میزنن. من کمی ناراضیم از میزان تلاشی که کردند. رئیس جمهور ترامپ بهتر از بقیه رؤسای جمهوری خواه عمل کرده، ولی باز هم به اندازه‌ای که میتونسته عمل نکرده. اما به نظر میرسد برخی دیگر از تجمع کنندگان ذوق و شوق بیشتری برای دونالد ترامپ دارند. آره بهش رأی میدم، چون حامی زندگیه. به نظرم معرکه است. فکر کنم خدا داره ازش استفاده میکنه تا از زندگی حفاظت کنه. اصلا به این خاطر دارم رأی میدم که به دونالد ترامپ رأی بدم. اگر کسی در هولوکاست دست داشت، من بهش رأی نمیدادم. سخت جنین هم مثل همونه. نمیتونم به کسی رأی بدم که بگه سخت جنین ایرادی نداره. ولی رئیس جمهور ترامپ حامی زندگیه. درباره قاضی برت که رئیس جمهور برای عضویت در دیوان عالی پیشنهادش داده چی فکر میکنید؟ به نظرم خیلی معرکه است. خیلی خوبه. هدیه خداست. دوستش دارم. من خودم 6 تا بچه دارم. اون 7 تا بچه داره. خیلی باهوشه. پس دوستش دارم. میگویند وظیفه دینی برایشان مهم است و میتوان حد زد که علاوه بر این از دیدن هم عقیده هایشان اطمینان خاطر و دلگرمی پیدا میکنند. موضوع سخت جنین به خصوص برای جمهوری خواهان خیلی اهمیت داره. با وجودی که عده آمریکایی هایی که از حق سخت جنین حمایت میکنن بیشتر از اونهایی که مخالفشن، ولی مخالفانش در واقع خیلی بیشتر پیگیر این خواستشون هستن و خیلی هم احساسات شدیدتری درباره این موضعشون دارن. در واقع این مسیحیان تبشیری بودن که با حمایتشون از دونالد ترامپ بابت مخالفت با سخت جنین به او کمک کردن در 2016 انتخاب بشه. در دوره اخیر حزب دموکرات کمی به سوی چپ حرکت کرده، چیزی که میشه بهش گفت خلوص عقیدتی. دیگه بعیده که این حزب افرادی رو تحمل کنه که مخالف سخت جنین هستن.
قبلا عده زیادی در این حزب بودند که چنین گرایشی داشتند. به خودشون میگفتند دموکرات‌های حامی زندگی، به خصوص در ایالت‌های مرکزی آمریکا، ولی دیگه جایی در این حزب ندارن. این باعث شده که بخشی از رأی دهندگان که در همه موارد بجز سقط جنین با حزب دموکرات همراه هستند، در رأی دادن به این حزب مردد بشن. در سالهای اخیر ایده‌های محافظه‌کاری اجتماعی و فرهنگی که حمایت از محدود کردن سقط جنین هم از جمله آن است، بیشتر و بیشتر برای حزب جمهوری‌خواه مهم شده. مسیری که رأی تضمین شده بخش‌هایی از جامعه را برای آنها به ارمغان آورده و در این حال در معرض این احتمال قرارشان داده که اقبال زنان را از دست بدهند. همین حالا هم طبق نظرسنجی‌ها نسبت رأی جو بایدن به دونالد ترامپ در میان زنانی که رأی می‌دهند 2-1 است. این انتخابات فرصتی برای زنان مخالف دونالد ترامپ هم هست که چهره دولت را تغییر دهند. هادی نیلی، بی بی سی، در فرفکس ویرجینیا.